ادامه بخش چهره های ماندگار بابا جان غفوروف قسم دوم عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی در پایان عصر 20 و آغاز هزار ساله سیوم ما شاهد دیگرگونی های بنیادی و رویدادهای بی سابقه تاریخی گردیده ایستاده ایم. امروز کوشش های دستیابی به کمالات واقعی علم و دسترسی به تکنولوژی های نوین رقابت های شدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را به میان آورده است که در این راستا برابر تامین گردیدن سطح معین رشد انسانیت روندهای برتری جویی قدرت های علاهیده به مشاهده می رسند. در برابر این نهادها و ارزش های ملی با امواج پرتلاطم جهانی شوی روبرو گشته در نتیجه ملت های باستانی در جریان احیای سنت های ملی خیش تحت تأثیر منفی خلق ها کشورها و تمدن های دیگر قرار گرفته ایستادند که این روند می تواند خلق و ملت های خرد و ارزش های تاریخی و ملی آنها از قبیل فرهنگ میراث تاریخی زبان و آثار ادبی اینچنین دیگر دستاوردهای نادر و ناتکرارشان را گرفتار فراموشی و نابودی سازد. ولی از سوی دیگر بحران شدید به عمل آمده مالیوی جهانی کشورهای خرد و بزرگ را صرف نظر از سطح ترقیات و فرقیت نظام سیاسی و اجتماعی آنها به همکاری و همدیگر فهمی جستجوی راه های مشترک حل پرابلمه های عمومی بشری تأمین ثبات و آرامی سیاره و حل مصالحت آمیز مشکلات موجوده انسانیت وادار می سازد. گذشته از این گسترش پیدا کردن یک قطار تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم بین الخلقی، اکستریمیزم، استحصال و معاملات غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح همچنین افزودن خطرهای تکنوگنی و اکولوژی همه دولت های جهان را وادار می سازد که از طریق وسعت دادن همکاری های مشترک به خاطر حفظ امنیت و ثبات سیاره سعی و کوشش نمایند و این امر دولت های ابرقدرت را هشدار می دهد که سرگرم اندیشه های بزرگمنشی و برتری جویی گردیده نسبت به تقدیر کشورهای روبه انکشاف و اهالی کمبیزاعت سیاره نیز بی‌طرف نباشند. استقلالیت تاجیکستان و صاحب دولت و دولتداری خود گردیدن تاجیکان نیز از یک طرف محصول چنین روندها و تحولات تاریخی آخر عصر بیستم و سوی دیگر نتیجه تلاش های پیگیرانه فرزندان آگاه ملت بوده با اصالت و هویت ملی و تاریخی اینچنین ارزش و سنت های فرهنگی خلقمون که در تحقیقات بنیادی تاجیکان بابا جان غفوروف بررسی شدن رابطه قوی دارد. تاجیکان در جریان تشکل تاریخی خود راه پرشیب و فراز و مرکب را پسی سر نموده در زمینه دو تمدن بزرگ جهانی تمدن آریایی و تمدن اسلامی ارزش های پرقیمت و جاویدانه معنوی و مادی را ایجاد کردند و در همه دور و زمان ها رسالت تمدن آفری و فرهنگ سازی را اجرا کرده آن را تا امروز ادامه می دهند. استقلالیت دولتی و صاحب اختیاری ملت در نزد ما اجرای وظیفه بسیار پر افتخار و در عین زمان بسا پر مسئولیت تاریخی یعنی بنیاد دولت و دولتداری نوی جوابگوی با منفیت های ملت و نیازهای مردم تاجیکستان را گذاشت و ما در اساس میل و اراده کل خلقمون اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیاوی و اجتماعی را پیش گرفته ایم. در دوام سالهای استقلالیت ما یک سلسله مشکلات و مانعه های موجوده جامعه نوین کشورمان را برطرف نموده تحکرسی دولت صاحب اختیار تاجیکستان را گذاشتیم و به کارهای عظیم بنیادکاری و سازندگی شروع نمودیم. اصلاحات عمیق اقتصادی و اجتماعی را آغاز کردیم. تأمین استقلالیت انرژتیکی از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن مملکت و حفظ امنیت آذوقواری آن را به سمت های استراتژی سیاست دولت تبدیل دادیم. ولی مخصوص باید تاکید نمایم که بزرگترین و مقدسترین دستاورد دوران صاحب اختیاری خلق ما تأمین صلح و ثبات و وحدت ملی می باشد که در نتیجه راهنمایی مردم به خودشناسی و خودآگاهی ملی
افتخار از تاریخ و فرهنگ دیرینه خلق تاجیک، سنت و آینهای دولت و دولتداری مستقلانه آن، وطندوستی و وطنپرستی و ارج گذاشتن به میراث گذشتگانمان میسر گردید. بخش چهره های ماندگار در باب بابا جان غفوروف در قسم دوم عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار، آثار و کارنامه بابا جان غفوروف تحت عنوان عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی شناس خواهیم کرد.